سلام خدمت بینندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ. من اسماعیل نوریالا هستم و در حضور خانم میرزادگی برنامه این هفتمون رو تقدیم شما میکنیم. روز کوروش هم آمد و گذشت و قلقله ای در سراسر جهان به پا کرد که اگر کسی دوست داشته باشه و بره به سایت سیف پاساگات خواهد دید که در همه جای دنیا این روز گرامی داشته شده است و امروز برنامه خاصی داریم در مورد روز کوروش و آنچه که در اون اتفاق افتاد که تفصیلش رو خانم میزادگی برای شما بیان خواهد کرد. سلام بر شما. بله، امسال کمیته نجات پاسارگاد بیش از دو سال گذشته تلاش کرد برای اینکه بتونه روز کوروش رو در حد توان خودش برگزار کنه. میدونید که کمیته نجات پاسارگاد و بنیاد میراث پاسارگاد علاوه بر اون که غیر سیاسی و غیر مذهبی هست، همه در اون داوطلبانه کار میکنن. یعنی هیچ کدوم از اعضای این کمیته و هیچ کدوم از هیئت امنا، هیچ کدوم از هیئت اجرایی دستمزدی برای کارشون نمیگیرن و طبعا اون تلاشی که ما میکنیم از خزانه انرژی و عشقیه که به سرزمینمون داریم. امسال همطور که گفتم سال سومی بود که مراسم روز کوروش رو در سراسر جهان برگزار کردیم. در برخی از شهرها به صورت جشن بود، در برخی از شهرها به صورت سخنرانی و در برخی از شهرها جوانها می رفتن مقابل موزه ها، در خیابونها می ایستادن و در واقع بیانیه کمیته رو که به زبونهای انگلیسی، فرانسه، آلمانی، سوئدی و البته فارسی بود به افرادی که در اون سرزمین ها بودند می دادن و راجع به کوروش با اونها صحبت می کردن. و به قول همراه و دوستمون آقای عارف در کل می گفت وقتی راجع به کوروش حرف می زدیم چهره ها باز می شد، برای اینکه کوروش رو همه می شناسن، یعنی حداقل مردم فرهنگ دوست کوروش رو می شناسن. ولی متاسفانه در سرزمینمون هیچ اتفاقی نیفتاد جز این که همین نذاشتن بیفته، همین البته جز چند برنامه که به شکلهای مختلفی بدون اطلاع قبلی انجام شده بود، برنامه هایی رو که در دانشگاه ها بود جلوش رو گرفتن و اجازه ندادن و 24 ساعت قبل از این که روز جهانی کوروش باشه فقط رئیس سازمان میراث فرهنگی فارس اعلام کرد که بله روز تولد کوروش فردا و این روز رو ما از سال آینده قول میدیم که بزرگداشت بگیریم و امسال هم در پاسارگاد و تخت جمشید، یعنی در ورودی برای دیدن توریست ها، مجانی باز خواهد بود. اما روز تولد یعنی خیلی جالبه آقای نوریالا، حتی یعنی یکی از اساتیدمون جوانها رو بهشون ایراد گرفته بود که چرا اینها نمیدونن روز تولد کوروش نیست، روز 29. من میگم چرا رئیس سازمان میراث فرهنگی فارس چنین چیزی رو نمیدونه؟ جوانها که شماها نه تو دانشگاه ها نه تو مدارس بهشون چیزی یاد ندادین که بیان و بگن که میدونن روز 29 روزیه که کوروش وارد بابل میشه و منشور حقوق بشر صادر میشه. رئیس میراث فرهنگی چرا نمیدونه همچین چیزی رو؟ به هر حال، اما زیباترین اتفاقی که در این روز افتاد در ایران، چون ما در شهرهای مختلف برنامه‌های مختلفی داشتیم و که همه میتونن اون رو برن و بر در سایت میراث فرهنگی در سایت سیف پاسارگاد نگاه بکنن و در این حال ما در برنامه های آینده راجع به مراسم مختلفی که در این روز در جاهای مختلف شده به اطلاعتون میرسونیم.
و بهتون براتون نشون میدیم. اما در این برنامه خاص امروز میخواییم راجع به یک مسئلهی که در روز کوروش اتفاق افتاد و در کنار پاسارگاد و در کنار کوروش بزرگ بگیم. در این روز در کنار پاسارگاد در اون فضای سنگین پلیسی که در واقع برای این جوانها مهیا شده بود، اولین گروهی که وارد پاسارگاد شد، در میون این گروه اعلام شد که روز جهانی کوروش 29 اکتبر 7 آبان از این پس به نام روز ملی ایران نامگذاری خواهد شد. روزی که صبح زود پاسارگاد وقتی که بچه ها از اونجا زنگ زدن تا من بتونم، ما در واقع بتونیم صدای جمعی رو که در اونجا بودن بشنویم، واقعا هیجان زده بودن. خیلی جالب بود، از نیمه شب ما گذشته بود و ولی اونجا آغاز صبح بود و بیانیه خونده شد به وسیله آقای کوروش زعیم، فعال سیاسی اجتماعی که در واقع یکی از شخصیت‌های مطلعی هستند که هم در ارتباط با تاریخ و فرهنگ ما و هم در ارتباط با فرهنگ‌های سرزمین‌های دیگه مطلع هستند. این بیانیه رو در واقع به عنوان یک پیشنهاد خوندن که بسیار مورد استقبال قرار گرفت. کمیته نجات پاسارگاد فکر میکنه که این پیشنهاد بسیار پیشنهاد شایسته‌ایه و باید روی اون کار کرد و ما در واقع شروع کردیم از همین روز روی این مسئله کار کردن و به همین دلیل از ایشون هم دعوت کردیم که در این برنامه، یعنی در اولین برنامه‌ای که در این مورد خودشون حضور داشته باشن و توضیح بدن که چرا چنین پیشنهادی رو کردن. و قبل از اینکه با ایشون صحبت کنیم، من فکر میکنم بهتره که این بیانیه رو با صدای خودشون، با صدایی که از پاسارگاد و کنار کوروش بشنویم تا ببینیم که چه باید کرد و چگونه این پیشنهاد رو بین، یعنی در واقع عملی کرد. بفرمایید، من فکر میکنم میتونیم گوش بدیم این صدا رو. کوروش، تو هرگز نخفته ای که روح تو در وجود ما بیدار است. کوروش، ما شرمنده ای توییم که با خیانت و کاهلی کشور را بارها در طول تاریخ به دست بیگانه اندیشان و بیگانه دلان بی فرهنگ و بی هویت سپردی تا فرهنگ و هویت والای ما را به نابودی کشانند. جاهلان را بر خود حاکم گردانیدی تا دروغ و فریب و فساد را جایگزین راستی و درستی و دوستی نمایند و تا ایرانیگری پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک فدای تنازع بقا گردد. ما که محبوب ترین همه جهانیان بودیم، منفور ترین شدیم. ما که از پیش روترین در جهان اندیشه و دانشمند بودیم، از عقب افتاده ترین شدیم. ما که از قدرتمندترین بودیم، تو سری خورترین شدیم و ما که از مرفه ترین بودیم، فقیرترین شدیم. ولی کوروش، خفتی که ما برای به بار آورده ایم به پایان خواهد رسید. ما سرزمین آهورایی تو را از سلطه فرهنگ بیگانه ضد ایرانی رها خواهیم ساخت. ما همانند تو هر گونه تبعیض مذهبی را خواهیم زدود تا دوباره همه دینها، مذهبها و باورها در سراسر ایران زمین آزاد و گرامی باشند. ما دوباره سرزمین تو را گهواره اندیشه و دانش و فن خواهیم کرد تا بار دیگر آفتاب خرد ایرانی بر سراسر جهان تابان گردد. ما در اینجا گرد آمده ایم تا این روز هفتم آبان را روز ملی ایران اعلام کنیم. روز ملی ایران که در آن روز کوروش نماینده هویت ایرانی
فرهنگ و خرد جاویدان ایرانی را برای همه جهانیان نهادینه کرد. روزی که نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر 2000 سال پیش از مگناکارتای انگلستان و 2300 سال پیش از اعلامیه حقوق بشر فرانسه و 2500 سال پیش از اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل صادر شد و جهانیان را به آزادی و برابری و نیکبختی امیدوار کرد. ما روز ملی ایران را هر سال در روز هفتم آبان جشن خواهیم گرفت و همانند نوروز این جشن را جهانی خواهیم کرد. کوروش مردم سالاری به ما آموخت و ما مردم سالاری را بر ایران زمین حکم فرما خواهیم کرد. کوروش نخستین اعلامیه حقوق بشر را صادر کرد و برادری و برابری را به ما آموخت و ما اعلامیه جهانی حقوق بشر را در ایران نهادینه خواهیم کرد. کوروش نخستین جامعه متمدن جهانی را بنا نهاد و ما ایران را به جامعه جهانی پیوندی ناگسستنی خواهیم زد. کوروش راستگویی و درست کرداری را در ایران زمین نهادینه کرد و ما میهنمان را از دروغ و فریب و فساد خواهیم زدود. به تاریکی امروز ننگرید که آینده ایران روشن است و این روشنایی به زودی بر همه ایرانیان و بر این سرزمین آهورایی خواهد تابید. با هم باشیم تا بار دیگر بیگانگان و دیوانگان ما را از راستای ایرانی بودن منحرف نکنند. عالی بود. آقای کوروش زعیم، به برنامه ما خوش آمدید. در واقع این بعد از سالیان سال، ما قرنها هزاران سال سرزمین داریم و یعنی تاریخ داریم، 2500 ساله که تاریخ رسمی داریم. حالا بگذاریم که این وسط کلی هم خانخانی بود و ایلخانی بود و خلیفه بازی بود و هرچی بوده، ولی ما یک سرزمین هستیم با گذشته تاریخی که برخلاف بسیاری از کشورهایی که حتی تاریخهای خیلی کوتاهی دارن، روز ملی نداریم. ما جشنهای زیادی داریم در سرزمینمون، عنوانهایی داریم، مردم هم میگیرن، ولی روز ملی نداریم. من میخوام از شما سوال کنم آقای زعیم، که چگونه شد شما به این فکر افتادید که این پیشنهاد رو بدید و پیشنهاد به این زیبایی رو؟ ممکنه خودتون توضیح بدین در این مورد؟ بله، من به شما درود میفرستم و به بینندگان و شنوندگان شما، و ممنونم از این فرصتی که به من دادید. من به دو دلیل روز هفتم آبان و روز ملی ایران اعلام کردم. یکی این که هفتم آبان 539 سال پیش از میلاد روزی بود که هویت فرهنگی و خرد ایرانی برای جهانیان آشکار شد، که هنوز بعد از 2546 سال هنوز بر زندگی بشر سایه افکنده. ما در ایران همجور که فرمودید جشن‌های ملی زیادی داریم، مانند نوروز، مهرگان، یلدا، صفه، ولی روز ملی نداریم و هرگز هم نداشتیم. روز ملی روزی که معنای سیاسی داشته باشه، فقط از آن ایرانیان باشه و غرور ملی ما در اون متجلی شده باشه. روز هفتم آبان روزیه که متعلق به ایرانیانه و همه جهانیان رو به ستایش واداشته در طول تاریخ، و بنابراین از دید من روز بسیار مناسبی بود برای اینکه من این آرزومو که یک روز ملی داشته باشیم در اون روز اعلام بکنم. در این روز همطور که میدانید کوروش که امپراتوری بابل را گشوده بود به شهر وارد شد. مردم مطابق معمول وحشت زده منتظر بودند که مطابق سنت زمان و کردار همه کسایی که کشوری را فتح می‌کردند، فرمان به قتل عام اونا بده، زنانشون تجاوز کنند، به کنیزی ببرند، فرزندانشون رو به بردگی ببرند، خزانه کشورشون رو غارت کنن، خونه هاشون رو غارت کنن، شهرشون رو به آتش بکشن، و در پایان هم یک فرمان روای خشن و زورگو بر اونها بگمارند و برن.
ولی کوروش در اون روز تاریخی از اون پله های اون کاخ بابل بالا رفت و خطاب به مردم بابل و بقیده من خطاب به همه جهانیان گفت در همه زندان ها رو باز کنید که در قلمرو من زندانی نخواهد بود. بیش از 200,000 نفر زندانی که 100,000 نفرشون یهودی بودن، به روایت دیگه 40,000 نفر یهودی بودن، به جرم مذهب و عقیده به بند کشیده بودن، همه آزاد شدن. گفت در قلمرو من هر کس میتواند خدای خودش رو نیایش کنه، هیچ کس حق نداره به دلایل مذهبی یا عقیدتی مزاحم کسی دیگه بشه. و خودش که یک تا پرست بود همونجا بر خدای بابلیان نیایش کرد. و جالب این که برای شما بگم که در تمام طول جنگ ها و مدیریتی که کوروش داشت، همیشه سربازانش بیشترشون چند خدایی بودن و کوروش با وجودی خودش یک تا پرست بود، همیشه در آغاز هر جشنی یا آماده سازی آمایشی برای جنگ، اول به خدای یکتا نیایش میکرد و بعد به همه خدایان سربازانش نیایش میکرد، چون اونا متفاوت بودن، بس میگه کدام شهر کدام منطقه آمدن خدای متفاوت داشتن و همه اون خدایان نیایش میکرد. بعد گفت همه بردگان آزادن، در قلمرو من هیچ کس برده ای کسی نخواهد بود و همه آزاد و برابر. کوروش هرگز از دشمن شکست خورده اسیر نمیگیره. وقتی جنگ تمام میشد، سربازان شکست خورده میتونستن به خانواده هاشون برگردن، به کار زندگی خودشون برگردن، و یا اینکه به گزینش خودشون همپیمان اون باشن، در کنار او و همتراز و برابر با سربازای ایرانی بجنگن. او گفت همه آزاد هستن، هر شغلی را که مایلن اختیار کنن، هر جا که مایلن زندگی کنن و هر کجا که مایلن سفر کنن، در قلمرو من فرصت برای همه برابره. یعنی هر گونه تبعیض منطقه‌ای، قومی، زبانی و طبقات اجتماعی رو از بین برد. و همینجور که میدونیم کوروش هیچ وقت برای کشورهایی که از او شکست می‌خوردن فرمان روا تحمیل نمی‌کرد. معمولاً می‌ذاشت خود اونا انتخاب کنن. و حتی اتفاق افتاده بود که ملت‌هایی که زیر بابر یک دیکتاتور خشن رنج میکشیدن، لشکرکشی میکرد، اونجا رو میگره، دیکتاتور رو به زمین میبرد و کسی دیگری که برای مردم موافق مردم باش موافق بودن اونجا فرمان روا میکرد و بر میگشت بدون اینکه اونجا رو پیوست کنه. مثلا اگه فرماندهانش نسبت به مردم عادی در جنگ ها در کشوری که وارد می شدن خشونت می کردن، فوری اونو عزل می کرد. اگه می شنید توی جنگ سربازان کسی رو که اسلحه نداره یا تسلیم شده کشتن، فرمانده و سرباز شدید تنبیه می کرد. و اینها ببینید، اینها همه فرهنگیه که ما درست که فراموشش کردیم و به هر حال این جزء فرهنگ ایرانیه و باید اینو دوباره زنده کنیم. و اون چی که من میخوام باز گوش زد کنم که فکر کنم لازمه برای همینان ما بشنون، اینه که این نبوغ کوروش به عقیده من برایند آمیختگی دو قوم بزرگ ایرانی پارس و ماد بود که اکنون ماد شامل آذریان و کردانه. آمیختگی این دو قوم بزرگ ایرانی، ایران بزرگ رو به وجود آورد، کوروش رو به وجود آورد و در تاریخ بشریت شگفت آفرید. در طول تاریخ این آمیختگی پارس و ماد یا پارس و آذری و کرد که اکنون با هیچ غربالی قابل تفکیک نیستند، نه تنها هزاران نابغه به جهان عرضه کردند، بلکه استقلال یک پارچگی این سرزمین هم تضمین نمودند. و این دلیل و همه این دلایل دیگه‌ای که الان فرصت نیست شرح بدم، من تصور کردم این روز تاریخی روزیه که برای ما ایرانیان انقدر مهمه که در واقع از روز استقلال دیگر کشورها اهمیت بیشتری داره و باید به عنوان روز ملی ایران اعلام بشه و ما رو تعطیل رسمی اعلام کنیم و جشن بگیریم و غرور ملی خودمون رو باز آوری کنیم. بله جناب زعیم، من هم یک پرسشی دارم، پرسش که نه، یعنی خواهشی دارم و اون این استش که
فکر میکنم بد نباشه یک کمی راجع به اصلا این مفهوم روز ملی به خصوص در رابطه با کشورهای دیگه هم تفصیل بیشتری بدید که معنای روز ملی روشن تر بشه. بله آیدکتا، من یه اشاره کردم. ببین، من تعریف روز ملی رو روزی میدونم که برای ملت یک معنای سیاسی داشته باشه. البته ما روزهای ملی داریم، مثلا نوروز ملیه، مهرگان ملیه، صده ملیه، ولی اینا معنای فرهنگی دارن، هیچ کدوم معنای سیاسی ندارن. روز ملی روزی که معنای سیاسی داره، مثلا در آمریکا 4 جولای یه معنای سیاسی داره، روزی که آمریکا استقلال خودشو به دست آورده. در فرانسه 14 ژوئیه یک معنای سیاسی داره، یعنی روزیه که کشور فرانسه انقلاب کرد، انقلابش پیروز شد و از پادشاهی به در نهایت جمهوری برگشت. در کشورهای دیگه استقلال از کشورهای دیگه، مثلا پاکستان استقلال از هندوستان و امثال اون، چین مثلا انقلابشون، همه روزهای ملی معنای سیاسی دارن. بیشتر کشورها روزهای ملیشون یا روز استقلالشون از کشور دیگه ایه، یا روز دگرگونی در سیستم سیاسی اداره کشوره. ما همچین چیزی نداریم. البته داشتیم، انقلاب زیاد داشتیم، منتها من در بین این گزینه ها تصور کردم که این روز برتر است برای اینکه به ما ایرانیان این معنای سیاسی به ما قدرت بده و غرورمون رو تحریک کنه که ما کی هستیم، چی هستیم و جای ما در جهان امروز چی باید باشه. و به جای روز انقلاب یا روز، خب ما انقلاب انقدر داشتیم که از کاوه آهنگر ما انقلاب کردیم تا امروز، و آدم نمیتونه انتخاب کنه که کدومش مهمتر از دیگری بوده. ولی این روز رو هیچ روزی در تاریخ بشریت نمیتونه با این روز برابری کنه، و ما که این روز رو داریم نباید زیر خاکستر نگهش داریم، باید بیرونش بیاریم، کم خودمون به اون تکیه کنیم و اعتماد به نفس ملی خودمون رو بازگردونیم. و همین که جهان این تمایز ما رو از همه ملت‌های جهان به آشکار ببینه. ولی آقای زعیم، من فکر میکنم که یکی از دلایلی که روز کوروش رو بهش اهمیت میده که از این پس باید گفت روز کوروش روز ملی ایران، به این دلیل، فقط به دلیل این نیست که از نظر جنبه سیاسیش اهمیت داره بر ما، از این نظره که این روز اهمیت فرهنگی هم داره. یعنی از نظر من بیشترین اهمیتش در اینه که ما میبینیم که در سرزمینی داریم که یک شخصیت سیاسی اون سخنانی رو میگه که این سخنان میتونه بسیار امروزی باشه، سخنانی که راجع به حقوق بشره. و این چیزی هست که ما برخلاف سیاستمداران روزهای ملی سرزمینهای دیگه که فقط جنبه سیاسی داره، ما میتونیم ببالیم و بنازیم که روز ملی ایران، روز ملی ما، جنبه فرهنگی و جهانی هم داره. کاملا درسته. فکر میکنم من معنا رو به خوبی نتونستم برسونم. صحبت ما کاملا درسته. ببینید، ما روزهای فرهنگی داریم که معناش فقط فرهنگیه، مثل نوروز. معنای سیاسی چندان نداره. داره، ما میتونیم بهش معنای سیاسی هم بدیم. در اینجا کارها، یعنی پدیده های فرهنگی به وجود آمد که باید در سیاست کشور ما نهادینه بشه. یعنی سیاست کشور ما باید بر پایه این پدیده‌های فرهنگی باشه که در اون روز آغاز شد و آشکار شد. این مهمه. البته ما اینقدر من میگم معنای سیاسی داشته باشه. چرا؟ هر کاری که اون روز شد باید امروز ما انجام بدیم در سیاست خودمون. حقوق بشر رو باید در سیاست اون انجام بدیم. نمیدونم، مهربانی با مردم، دادگری، مهربانی با دشمنان، مدیریت، رهبری در اون
ساعتی که کوروش داشت تمام کارهایی که نحوه لشکرکشی برابری های اجتماعی و خیلی چیزایی برابری های اجتماعی دقیقا آزادی های اجتماعی، آزادی مذهب، آزادی سکونت، آزادی رفت آمد، آزادی مسافرت، آزادی شغل در کشور اون روز همچنان طبقاتی بود. هنوز ما کشوری داریم که طبقاتی هستن. این طبقات رو شکست کوروش. ببینید اینها پدیده‌های فرهنگی که معنای سیاسی داره، یعنی اینها مثلا ما نمیتونیم مثلا هفت‌سین رو در سیاست کشورمون داخل کنیم، ولی تمام این پدیده‌های فرهنگی رو نه تنها میتونیم، باید در سیاستمون دخالت. به همین دلیل گفتم که این روز معنای یک روز فرهنگی که معنای سیاسی برای ما داره، روز ملی اصلا یه معنای سیاسی داره. خیلی ممنون آقای کوروش زعیم. ما البته این برنامه رو در جلسات آینده هم در ماهای آینده حتما ادامه خواهیم داشت و راجبش بیشتر صحبت خواهیم کرد. خیلی لطف کردید و روزتون بخیر. خیلی سپاسگزارم و البته هر وقت لازم بود شما بفرمایید من در خدمتتون خواهم بود و از بینندگان خداحافظی میکنم و سپاسگزارم از اینکه تحمل حرفای منو کردید. بله، خب واقعا باید تبریک بگیم به خودمون که با این فکر درخشان آقای مهندس زعیم ما هم صاحب روز ملی شدیم و به امید اینکه از اکنون تا سال آینده که به سالگرد این روز ملی میرسیم هر روز بیاندیشیم به این مسئله و برای اون تدارکات کافی ببینیم. از همه شما خداحافظی میکنیم و به امید روزهای بهتر.